سلام بچه ها، دامی اومد بازم و خوش اومد به پارت اول از بازی ویکتوریا 3 با کمپین منطقه نفوذ. بچه ها به من میگفتید آقا ویکتوریا آپدیت جدید داده برو، من گفتم آقا آپدیت جدیدش رو بقیه رفتم من دیدم فلان بیسار نیازی سیگه ما بریم و فلان، انقدر اصرار کردن گفتم باش رفتم آپدیت جدید ریختم، گفتم برم توش ببینم چه چیزایش تغییر کرده چه چیزایش تغییر نکرده. رفتم تو دیدم آقا یک سری از کلن گزینه های بازی قیافش عوض شده اما کلیت بازی هنوز همونه و شاید مخالف حرف من باشید ولی به تو ثابت میکنم که اون تغییری که میگن اون تغییر نیست و همجوری گشتم اینو همونه، به خدا همش همونه، معلوم بیام این تو بخوام ادامه بدم یه ذره تغییرات داشته، نه که نداشته باشه ولی یه مقدار کوچولوییه. هی گفتم آقا چیکار کنیم چیکار کنیم، تا اینکه متوجه شدم بازی همراه با آپدیت جدید DLC جدید هم داده و رفتم این DLC رو هم امتحان کردم. آها، تغییر بزرگ ویکتوریا 3 که دارن میگن توی DLC جدید ویکتوریا 3 که همه چی عوض شده که توی بازی بهتون نشون میدم. پس لطفاً لایک کامنت سابسکرایب فراموشتون نشه، بوس به کله تک تکتون، دیسکورد حتما جوین بدید اگه تونستید، البته اینو حتما بهتون بگم چون دیسکورد مشکل داره، البته با الکترون میتونید راحت خیلی راحت جوین بدید. سایت جیگول میگم که بهتون معرفی کرده بودم، اگر دوست دارید دیسکورد خودتون خوشگل تر بکنید یا اینکه دوست دارید نیتروبوس بخرید با کمترین قیمت بازار، میتونید وارد سایتشون بشید و ازشون خریداری کنید. آقا بریم تو بازی بهتون نشون بدم که چقدر ما تغییرات داریم توی این DLC، از ریز ریز تا درشت درشت. هر کاری که کردیم توی سری اولمون توی سری بازسازی ایران تو این سری اصلا اون شکلی نیست. چرا؟ الان بهتون میگم. آقا از همینجا ما تغییراتو نشون میدیم بهتون. اول از همینجا میبینید که این انگلیس انقدر قبلا فقط یه تیکه اینجا بود کانادا، الان به این صورته و خیلی گنده است، خیلی گنده است. دومی تغییر دومیش بزنم سراغ ایران دیگه، اصلا چه کاریه؟ خود ایرانو میتونید ببینید که ایران اصلا ما اینجا یه دونه وصل داریم، این تیکه رو گرفته ایشون، عمان هم دسته اینجا که هست بود همیشه، اینجا رو میبینید که پوچیده ترکیده، اصلا افغانستان و فلان و اینا نداریم کلن دیگه، الان تقسیم بندی شده، کابل یه طرفه، قندهار یه طرفه، هرات یه طرفه، اصلا یه وضعیت عجیب غریبیه و در واقع میتونم بگم تو این سری ما جنگ بیشتر خواهیم داشت، تقریبا هر قسمت ما جنگ و احتمال خیلی زیاد داریم و چیزی که هستش اینه که ما کلونی هم باید حتی بزنیم، یعنی الان این ترکمنی که اینجاست ما اصلا نمیتونیم بریم بگیریمش چون اینو ما باید کلونیزش بکنیم تا بگیریمش و کلا خیلی کارا داریم دیگه، خیلی کارا داریم. بقیه تغییرات رو میذاریم درون بازی، اینجا میتونید ببینید که حتی لباس شاه محمد شاه قاجار هم تغییر کرد، کلا سیسو استایلاشون قاجاری شده، اصلا کلا قاجاری شدن. این از این. آقا بازی رو استارتش رو بزنیم. همچنان که در حالت پازه من بهتون توضیح بدم که آقا کلن درآمدزایی و ایجاد پول و اقتصاد در این DLC به شدت سخته، یعنی من اینو که دانلودش کردم شروع کردم به بازی کردم بازی کردن دیدم که آقا خیلی این اصلا سخته، انقدر سخته که من همه زورمو میزنم فقط ورشکست نشیم، میدونی چی میگم؟ فقط ورشکست نشیم، اینقدر وضعیت ما بده. پس این از قضیه اقتصادی. از قضیه ساخت و ساز و رشد، ما تو قسمت تو سری قبلی یادتون باشه دیگه همه چی داشتیم همجور میساختیم دیگه، اینقدر راحت بود همجور فقط داشتیم میساختیم، ولی تو این DLC نمیتونیم همجور راحت بسازیم، خیلی باید واردات صادرات انجام بدیم، ساخت و ساز واقعا سخته، یعنی نمیتونم به همین سادگی من کانستراکشن سکتور بسازم به خاطر وجود اقتصاد خیلی سخت این بازی، این DLC در واقع. دومی مورد این که خب همه اینا رو خیلی جالبه که بدونید ما روشون ارزم روشون میتونیم ریترن استیتشون بکنیم، اینجا رو میتونیم ریترن استیت کنیم، ما هراتو بگیریم اینجا هم اضافه میشه ریترن استیتش، همش کلا ریترن استیته اکثریتش، یعنی ما خیلی ساده میتونیم تک تک اینا رو برگردونیم به زمین های خودمون. موضوع بعدی که به این قضیه اضافه شده
این بخشه. یه سری ما در واقع گروه های قدرت داریم که مثلا انگلیس تشکیل داده، روسیه تشکیل داده، قدرت های دنیا تشکیل دادن و ما هم در آینده میتونیم تشکیل بدیم که این چی داره توش؟ حالا پرچم خاص خودشو داره، مجسمه خاص خودشو داره که وسط تهران مجسمه رو میذاره اگه بسازیم و ما میتونیم یه سری باف ها بهش اضافه کنیم. مثلا من اگه اینجا بهتون نشون بدم، اینا همه یه سری بافن که ما اگر تشکیلش بدیم میتونیم داشته باشیم. مثلا اینجا ما وقتی میخوایم تجارت بکنیم، بوروکراسی کمتری از ما مصرف بکنه و هرچی لولش بره بالاتر این وضعیت برای ما بهتر هم میشه. خیلی کلن چیزهای جالب و زیبایی داره. و موضوع بعدی هم این که یک عدد ما اینجا مرحله طور در واقع میشه داریم، جورنال داریم یا جرنی داریم که اینجا مثلا به ما میگه آقا چون هر اینجا کامل گفته دیگه، آقا کل خراسانو بگیر تو دستت، نمیدونم اینجا رو بگیر، اینجا رو بگیر، کلا همه اینا رو بگیر تو دستت، اگر بگیری سرزمین چی میگن رایزینگ، طلوع خورشید، آخه طلوع نمیشه، سرزمین نمیدونم چی خورشید، دار فارسی الان نمیاد ولی آغاز میشه، یه همچین چیز خاصیه، یه چیز جالبیه، کلا اضافه شده به بازی. میشه گفت تقریبا راحت تر میتونیم رنکمون رو آپ کنیم، خیلی راحت نباز هم، اما از لحاظ درآمد که داشتم میگفتم آپدیت جدید بازی داده، بله درسته، تو آپدیت جدید درآمدزایی اقتصاد تغییر کرده، بله درسته، اما اقتصاد توی این DLC خیلی فرق میکنه. یعنی شما اینجا یک سری الان کن، این گزینه‌های عادی بازیه، وقتی بریم جلوتر یک سری گزینه ها اینجا اضافه میشه که درآمد ما رو بالا پایین میکنه که اصلا ببینید کرکوپراتون میریزه که حالا جلوتر انجام میدیم. بریم سراغ بازی. آقا اول از همه این بالا ما میریم سراغ چی؟ میریم سراغ یک مقداری تکنولوژی و یه اتفاق خوبی که هست، برعکس سری اولمون الان خیلی راحت میتونیم به کلونی زدن برسیم، ولی من الان اول بازی در جا سراغ کلونی نمیرم. کلونی هزینه بعد بدیم بابتش، هزینهش هم نداریم ما الان بدیم بابتش، ولی میریم سراغش، نگران نباشید، اصلا هیچ چیزی نداره، میریم سراغش. فقط من ایشون و ایشون رو میخوام، ایشون به خاطر اینکه بتونم موتورا رو راه بندازم توی یه سری کارخونه های زغال و آهن و نمیدونم سرب و سولفور و طلا و اینجور چیزامون، برای اینکه تولیداتش بیشتر شه، چون ما دیگه باید از اینا استفاده کنیم، نمیتونیم 10 تا 10 تا آهن بسازیم، ما باید همون دوتا آهنمون بهترین استفاده دنیا رو بکنیم. پس این از اولین موضوع و اینجا میگه گندم و اینو نداری که منش کار خاصی نمی کنم. ارتش ما دو بخشه، بذار من ارتشو نگاه کنم، اینجا محمد شاه با 26 تا، اینجا 19 تا، این من این دوتا رو همینجوری دوتایی میذارم و برای ایشون یک عدد چیز میگیرم، فرماندهشم متاسفانه باید از زمیندارا بگیرم فعلا باش میگیریم، فعلا میگیریم، کار مجبوریم دیگه، یارو بعدا اونو میندازم بره دور. خب بریم از قضیه اینجا شروع بکنیم. اینجا بذار ببینم اول کسی هست ما بخوایم بیاریمش، اینجا نداریم کسی و هیچی. خب همونجوری که میبینید دوباره زمیندارا قوی هستن، علمای شیعه اینجا که من طبق معمول همونجوری که حال نمیکنم علمای شیعه رو درجه پرت میکنم بیرون، میخوام تضعیفشون کنم، اصلا دوست ندارم قدرت داشته باشم. و توی قوانین، تو قوانین میشه چیکار کرد؟ میتونیم اینجا بگیم آقا ثروتمندا رای گیری کنن توی بوروکراسی، یعنی شرکت کنن که یه مقدار هزینه بوروکراسی برای ما پایین‌تر میاد، خیلی چیز بدی هم نیست، ان‌شاءالله کیا ناراحت میشن، همه ناراحت میشن، فعلا نمیذاریم. و اینجام که هیچی، اینم کار خاصی باش نداریم، اینجام که هیچی، باز دوباره کار خاصی باش نداریم، کلن ما اینجا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، همچنین که همش صفر و هیچ کاری از دست ما فعلا بر نمیاد تا اینکه من نم نم زمیندارها رو ضعیف کنم و بقیه رو قوی کنم که حالا بعد بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد. بله این از این، من فقط علمای شیعه رو دکمهشون رو میخواستم بزنم که البته ببخشید ارتشو من اگه بیارم تو یک مقدار اسم میکنم جالب بشه. بذار ببینم ما ارتشو اگر بیاریم تو میتونم ریاست جمهوری را بندازم که این خیلی به ضد در واقع زمیندار هاست. من با یکم زمیندارا رو خوشحال کنم ریاست جمهوری رو بیارم بالا،
ریاست جمهوری بیارن بالا خیلی بهتر میشه برای ما. بعد اینجا میتونیم گاردو بذاریم که باز دوباره خیلی خوب نیست. اینجا میتونم پلیس رو بهتر کنم، زمیندارا ضعیف‌تر شن. این جالبه، این جالب انگیزه. بعدم هم نمیاد انجامش بدم، مخالفینش زیاده، اذیتمون هم میکنن، ولی نه اونقدر که بتونن فشار خاصی بذارن. اما به خاطر قدرت زیادی که دست زمین داراست فعلا بهتر سمتش نریم فعلا. البته حالا ما تلاشمون رو میتونیم بکنیم که تش نمیشه، شورش نداره، شورش با خودش نداره، ما اینو انجام میدیم. این از قانونی که ما برای اول کار بریم سراغش. خب بریم سراغ بودجه. بودجه من میخوام یه مقدار همین اول اینو زیاد کنم. مالیات میذاریم روی سرویس، روی تریاک، روی چوب، نه چوب نیازه، روی لباس. برای شروع، برای شروع بد نیست، برای شروع بد نیست، آره برای شروع اوکیه. وضعیت مارکت افتضاحه، افتضاحه، شما میتونید ببینید همینجا که افتضاح، اصلا کلن تعطیله این قضیه اینجا. یعنی ما واقعا وضعیت خوبی نداریم و واردات صادراتمون رو تا صبح قرار انجام بدیم. کارهای دیگه هم که میتونیم انجام بدیم، آها یه چیز جالب بهتون نشون بدم. الان این که وصل منه، من خیلی ساده نمیتونم انکسش کنم بگم بیا داداش کارت دارم. ما اینجا یه سری چیزا داریم که این به عنوان وصل، هرچی قدرتش بیشتر بشه، نفوذش تو کشور خودش بیشتر بشه، میتونه از همین زیر دست ما بودن هم رشد کنه، یعنی بیاد بالاتر، مثلا بشه تریبیوتری، فقط خراج بده دیگه، وصل ما نباشه. اگه بیاد ضعیفتر بشه، ما حتی میتونیم انکسش کنیم. برای ضعیفتر کردن این داداشمون، ما میاییم میگیم آقا برای اینکه نفوذش رو تو شهر خودش کمتر کنیم و محبوبیت خودمون رو بیشتر کنیم، میگیم آقا یه مقدار از پرداختایی که داری به من میکنی رو کم کن. شاید بگی باید زیاد کنی که فشار بیاری. نه، ما باید کم کنیم. اوکی، اصلا چیزی که اینجا نوشته، نوشته آقا برای این داداشمون این کار باعث میشه هفتگی 33% از آزادیشون، از افزایش آزادیشون کم بشه، بیاد پایین تر. ما باید مالیاتشون رو کمتر کنیم که محبوبیت خودمون رو اونجا بیشتر کنیم. پس من میگم مالیات کمتر بده، شاید یه مقدار این درآمدمون بیاد پایین، ولی مهم نیست، مهم نیست، چون باید اینو انکسش کنیم. این از این موضوع. کار دیگه تکنولوژی اینا رو کمر رو زدم، کار دیگه ای نداریم. باید بریم سراغ بازی. اینجام که هیچی، سرعت هم که میذاریم بالا. آقا اولین کاری که انجام میدیم طبق معمول اگر امکانش باشه عمان رو میخوام پس بگیرم. کسی اینجا مخالف؟ عثمانی ممکنه بیاد بالا سرمون. این از آپدیت های جدید خود ویکتوریاست که به نظرم خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز به درد بخوریه. عثمانی ممکنه بیاد بالا سرمون برای اینجا، پس من کاری با ایشون ندارم فعلا. البته بذار ساخت و سازامونو بزنیم ببین. آها، یه فرق بزرگی که این DLC داره با بازی اصلی اینه که واقعا جمعیت کافی دیگه. اصلا تبریز الان به دو بخش ارومیه و تبریز تقسیم شده و اینجوری نیستش که من دیگه تبریزم پر جمعیت باشه و استفاده کنم ازش. این 182,000 نفری که میبینی پر میشن، اصلا پودر میشن. ما تو تهران دوتا میزنیم، دو تام تو مازندران میزنیم، حواسمون باشه. فعلا تهران و مازندران سعی میکنیم سازه هامونو تو دو تا جا پخش کنیم، تقسیم کنیم. این از این، این از این. مورد بعدی این که من با روسیه میخوام رابطه خودم رو بهتر کنم، با انگلیس هم میخوام رابطه خودم رو بهتر کنم که وضعیت ما یک مقداری بهتر بشه. آره، چون اگه نشه بد میشه. این صندلی هم به من بده، حالا میدونم خیلی فشار آوردم بهتون، ولی اشکالی نداره. خب اینجا ها، این قشنگه، این تیکه ای که شما میبینید اضافه ترین داره برای ایشونه. ایشون چیه؟ پروتکتوریتش کیه؟ انگلیسه. پس من اگه حمله کنم به اینجا، انگلیس میاد بالا سرم. حالا چجوری میشه اینو از دستش گرفت؟ ببینید این بقیهش اینجاست. خب این در واقع بقیه اینه و ما خیلی ساده باید اینو بگیریم، بگیم آقا اینو بهت میدم، اینو به ما بده، که مقدار منطقی تر حداقل با هم برخورد کنیم. تولیداتمون هم اگه بخوام بذارم بالا، فعلا آهن و نمیدونم ابزار نداریم، به مشکل میخوریم، ولی فعلا پلی میکنیم بره جلو. یکم شرایطو ببینیم، الان فعلا
رادیکالامون به شدت زیاده، اصلا کاریش هم نمیشه کرد. فقط این که من خیلی دوست دارم حمله کنم و یک جایی مثل هرات رو دهنش رو سرویس کنم، بگیرم ریترن استیت اینو بزنم. کی مخالف انگلیس ممکنه اذیتمون بکنه، عمان ممکنه اذیتمون بکنه، فعلا کاری به کارشون ندارم. یه دونه اینجا رو میتونم، اینجا رو مثل که میتونیم ریترن استیت بنازم. عثمانی اینجا رو ممکنه ناراحت بشه، بازم با تو کاری ندارم، یکم باید زمان بگذره. اینجا باز هم عثمانی رو ممکنه ناراحت کنه. حالا ما برای این وضعیت چیکار میکنیم؟ ما میایم یکم با عثمانی حال دلمون رو خوب میکنیم. چجوری خوب میکنیم؟ عثمانی داره اذیت میکنه، الان هم ما رو همه میتونن بزنن له و لوردمون کنن. پس ما میایم عرضم به حضور شما که کو چرا پیداش نمیکنم؟ راستگیری که حال نرم بزنم دیگه، تو رو خدا پیدات کنم راحت بزنم. اینجا نه 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 نه. آها این میام یه مقدار دشمنی میکنیم با کشورهای دیگه که چی که نفوذ کسب کنیم. مثلا من با عمان میخوام دشمنی کنم، با عمان، با کلات میخوام، با قندهار میخوام، با هرات هم میخوام، کابل هم میخوام. نه با این نه این اینو چرا نه، این به خاطر اینکه اینم زیر دست عثمانیه. با تو هم همینطور، بس انقدی که داریم بس. من یه مقدار بیام با تو هم رابطمو دوباره افزایش بدم، بد نیست برای اول بازی. فعلا حمله ممله نداریم، تا یکم زمان بگذره من ببینم چه جوری میشه. اونم میخوام با ما رقابت بکنیم. هنوز عثمانی سمت این هست، آروم آروم برای این قضیه رو هندلش کنیم. ما چی کم داریم چی کم نداریم؟ فعلا کاری ندارم اصلا. اون چیزایی که کم داریم تو سمنان استاندارد زندگی پایینه، من شرمندتم واقعا، الان رسیدگی نمیتونم بهت بکنم. بعد شما رو اگه بخوام ریترن استیت بکنیم، عثمانی همچنان اذیت میتونه بکنه ما رو. هرات رو اگر بخوایم، عمان اگر بخواد بیاد سمتش برام مهم نیست. انگلیس خطرناکه، انگلیس خطرناکه. اینم کلا اصلا درصدش اومد پایین. یه ستبک هم خورد، یه ستبک نمکی خورد داداشمون، اشغال عالی واقعا. خب آقا ما اینجا یه سری مشکلاتی که داریم بعد رفع شه. وایسا سرعت بازی رو بذار رو دو که آروم آروم بره جلو. برو تو بیلدینگامون، میایم اینجا و اول از همه میگیم آقا بروکراسی عزیز من، میدونم کاغذ نداریم ولی بروکراسی بیشتری تولید کن. ممنون، کاغذ تو وارد میکنم. بعد عرضم به حضورت که چیزای دیگه‌ای که بخوایم الان اول بازی تغییر بدیم واقعا نیست، ولی این کاغذ رو ما باید وارد کنیم. اینجا ما میایم میگیم آقا یه مقداری هزینه ها رو از واردات ما کمتر کن که ما یه مقدار رو سود بیفتیم، چون ما نداریم، بدبخت بیچاره ایم، نداریم، بدبخت بیچاره اسگل اینا. آره بعدش بریم سراغ ساخت چی، چوب. ما چوب نداریم، این یکی از مصیبت‌های بزرگ ماست. عمانو کشیدی بیرون ازش عثمانی؟ عمانو دوستش داری اصلا کلا به نظر میاد. شما چی؟ عثمانی کلا با ما حال نمی‌کنه تو این سری مسکه. انگلیس سر اینجا خیلی سر هرات چیزه چی می‌خوره، اینو بگم از الان بهتون، خیلی علاقه شدیدی داره به اونجا و ما باید حواسمون باشه که با انگلیس در نیفتیم. با انگلیس در افتادن یعنی بر افتادن. سرعت رو ببر بالا. اوکی حمله نمی کنم فعلا حمله نمی کنم. یک مقدار فرصت میدم رابطم خوب شه. خود انگلیس هم شروع کرد رابطه شما خوب کردن؟ نه، فقط منم که دارم یه طرف رابطه رو خوب میکنم. یه سری هم اینجا دشمنی داریم، وصل مسئله داستان بزنیم. اومد پایین قدرتش که من بهتونم نشونم بدم. نه هنوز 50 میاد پایین، حالا بهتون نشون میدم فرصتش هست. کلا این قانون الان کنکله، نو کاملا مطمئن شدم که این قانون اصلا الان کنکل خالصه. چرا؟ به خاطر اینکه گفتم زمین داره قوی هن. الان هم که زمین داره قوی هن، ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. چرا دروغ؟ ما هیچ کاری از دستمون بر نخواهد آمد. آقا کاغذ استفادهش چوبه؟ بله. پس من اول از همه باید برم سراغ تولید چیز، تولید چوب. اینجا زمیندارها میتونه خودشون کمتر بشه ولی چیز خیلی خوبه. این خیلی آها یه چیزی هم بهتون توضیح بدم بعدش.
زمیندارها قدرتشون کمتر شد که به ضرر ما بود البته، ولی علمای شیعه و اینا ناراحت بشن و این رادیکال ها کمتر بشن و ناتقیب خیلی برامونم مهم نیست علمای شیعه اصلا چه اتفاقی میخواد براشون بیفته. ارتشی هم ناراحت بشن، این دوتا ژورنال داره که برامون میتونه بد باشه میتونه هم خوب باشه. نشنال گارد میخواد، دیتکتیک پلیس میخواد، خب من میخوام اینا رو بذارم، نمیشه فعلا، پس تو هم کنسلی. بعد شما دوتا میتونیم واردش بشیم. ببینید ما چند تا فرقه داریم که اینجا میتونید ببینید فرقه‌ای تشکیل شده، مثلا ایرانیایی که موافق روسیان و ایرانیایی که مخالف روسیان، خب که ما اینو توش داریم که حالا بقیه جاها هم اضافه میشه، مثلا انگلیس هم میاد، فرانسه هم بسازه گروه قدرت خودشو وارد میشه و ما باید سعی کنیم اینو رو تعادل نگه داریم. یعنی اگر تعادل نگه نداریم بد میشه و میتونم بگم فعلا برام مهم نیست، اما اگر ما بپذیریم احتمال این که بتونیم ترید داشته باشیم با روسیه خیلی خوب، پس میپذیریم. ما با روسیه سعی میکنیم رابطه خودمون رو بهتر کنیم تا بتونیم ترید داشته باشیم. این اتفاقات جذاب و زیبا و خوبیه. اینا رو ساختی، بعد از اینکه اینا رو ساختی، درسته که من چوب میخوام ولی یه لطفی کن در حق من، یه دونه از اینا برا من بساز. جان کنسل شد، بله میدونم. یه دونه از اینا برا من بساز سمت فارس. آره سمت فارس یه دونه بسازم برای که بتونم نیرو دریایی بسازم، چون ما نیرو دریایی ما کارها داریم، کارها خیلی بزرگه. خب اون ما وضعیت چی شد؟ آقا من الان میتونم آیا به تو عثمانی خیلی دیگه بیشتر داره حال میکنه، عثمانی دیگه خیلی داره دیگه حال میکنه دیگه دیگه واقعا عثمانی 100% سمتشو میگیره و این بده. ما فعلا با عمان کاری نداریم. من نیرو دریایی بسازم، این بحرین رو میگیرم برای اینکه اینجا رو با اینجا تاق بزنم، با این دوتا رو با هم دیگه تاق بزنم. بعد اینجا چجوریه وضعیت؟ اینجا هم عثمانی خطرناکه، عثمانی و بایستیم عثمانی وارد جنگ شه، باز هم عثمانی. و اینجا چطور؟ انگلیس بود دیگه، اینجا تو رو خدا عثمانی بازم اینجا هم هست. پس ما صبر میکنیم، کاری جز این که صبر کنیم نمیتونیم داشته باشیم. بالاخره این عثمانی با مصر یا با خودش درگیر میشه که من اون موقع بیام بالا سرش. حالا هی ور برو با من، منم اینجا در دیوونم حوصله ندارم، حالا هی با اون ور برو. خب کاری که انجام میدیم در مرحله اول ساخته چیه؟ چوب. باز هم ببخشید من عذر میخوام، توی عرضم به حضور شما که مازندران بزن و دوتا تو مازندران فعلا بزن، ما چوب نداریم. از اون طرف یک عدد کاغذ در تبریز، نه تو تهران بزن، تو تهران یه دونه کاغذ بزن. آره دست درد نکنه، متشکرم ازت. اینجا وضعیت چجوریه؟ 44 ما 80 بشیم میتونیم بریم جز. حالا اونا دیگه چیز سر موقعش میریم بالاتر، فعلا من اینو نمیبرم بالاتر به خاطر اینکه الان همه هم نداریم ولی میتونیم وارد کنیم، حالا خیلی دردم نداره، میبریم بالاتر و وارد. میخواد یه مقدار درآمدمون منفی بخوره، بهتره بذاریم بخوره، بد میتونیم هم نذاریم بخوره، حالا خیلی عجله ای هم نیست، واقعیت خیلی عجله ای هم نیستش. فعلا رابطه ما با عثمانی و انگلیس خیلی بده، برای همینه که اینقدر مشکل داریم باشون. حالا یه ذره زمان میدیم تا یکم رابطه هم بهتر بشه اینا. نه این واقعا این قانونتون رو نیستم بخوام بذارم، قانون مانو هیچ کاری نمیتونم بکنم، تکنولوژیمون اولیه داره باز میشه که دیگه اونم بذاریم باز بشه. اینجا بله بذار ببینم دیپلماتیکمون اینجا که داره ما میده، اینجا هم که وضعیتمون اینه، ما فعلا به خاطر چوب خیلی داریم ضربه اقتصادی میخوریم و باید سریعتر، هر چه سریعتر چوبمون رو ردیف کنیم. البته بذار ببینم ابزارم کم دارم، میتونم یه مقدار ابزار وارد کنم و بیام چوب بریامونو پیشرفته تر کنم، از اره استفاده کنن به جای تبر. از ابزار میدونم کم میارم، از این استفاده کنید، بالاخره نیازه دیگه آقا، نیازه، باید رفش
نیازه باید رفشه، ما کاریش نمیتونیم بکنیم. از چوب استفاده کن شما، یه دقیقه اینو پاس کن من ببینم کجای کاریمو داریم چی کار میکنیم. گندم مندمی که میگی کم داری و من کاری برات نمیتونم بکنم، ابزار میتونم وارد کنم ولی بازم تأثیری تو زندگی روند رشد تو نداره. ابزار و مبزور اینجور چیزا هم که هیچی، اینجا هم که هیچی فعلا کاری نداریم. ابزار رو ما چیکار میکنیم؟ ما وارد میکنیم از کشور دوست و همسایه‌مون انگلیس، ما ابزار رو وارد میکنیم ببینم میری آیا مشکل ابزار حل میشه یا نمیشه. اینجا چجوریه قضیه؟ اگه یه انجمن ضد کشور ساخته شد، کشور انگلیس، که اگر ما توش دخیل بشیم رابطه‌مون با انگلیس بد میشه که اصلا همچین چیزی رو نمیخوام، و یادم هستی ساخته میشه ولی ما رابطه‌مون باهاش بد نمیشه و فقط مردممون چیز میشن، یه مقدار رادیکال میشن. اصلا برام مهم نیست بذار رادیکال شن. بعد اینجا میتونیم یکم قدرت علمای شیعه رو بیاریم پایین، که من کاملا موافق ضعیف کردن علمای شیعه تحت همه شرایط های دنیا هستم. اینم میاریم بالا. من واردات میخوام داداش، من مشکل واردات ابزارم باید حل شه که شد. قیمتش بالاه برام مهم نیستش، ولی نبودش اذیتم میکنه. خب شما میتونی بیای بالا و ما تو بیلدینگ هامون یه سری چیزا دوباره اینجا آزاد میشود، آزاد میشود. فقط کدوم بود؟ اصلا و اصلا یادم نمیآید. اصلا و اصلا جان آهن کم داریم. خب همه رو وارد، آهن رو که وارد میکنم، آهن که باید وارد شه، اصلا ما نداریم. واردات آهن حلاله، این آهن که مشکل حل شه. این یکی چوب و من دیگه نه وارد نمی کنم، یکی چوب اسکلم مگه وارد کنم؟ ما میایم پایین و میگیم آقا شما کدومتون تو تبریز ما یه دونه چوب بریده، شما زحمت بکش تا میتونی از اینا تولید کن، ما کلا می نیاز بشیم. من مشکل چوب حل میکنم، شما کاغذ زدم ساخته بشه، ولی خب یه ذره سخته. مازندرانم کلا تولیدات توش اذیت کننده است، ولی خب دیگه کارش نمیشه، باید صبر داشته باشیم. مازندران نیرو داره. ببین من میتونم اصفهان هم فکر کنم جمعیتش بدکی نباشه واسه ساخت و ساز. تبریز هم بد نیست ولی دیگه تبریز چیزی پر جمعیت ترین نیست مثل ورژن اصلی بازی. وضعیت جنگیش آقا عمانو کشیدی بیرون، عثمانی یک کم شل کرد رو عمان، یک مقدار خیلی کوچیکی روی عمان شل کرد، روی اینجا هم شل کرد، خدا شکرت که شل کردی، روی اینجا هم شل کرد نکرد، روی اینجا ولی فکر نکنم انگلیس شل کنه. اوه انگلیس شل کرد عمان حل. آقا ما اولین حملمون رو به هرات آغاز میکنیم قربتن الله، امیدوارم که عثمانی دهن ما را نخواهد سرویس کند چون اصلا خوب نیست، واقعا خوب نیست. اگر بخواد عثمانی بیاد سمتش رو بگیره، خواهش میکنم عثمانی از اینجا برو، منفی 14 هیچ جوره زیر بار نرو. هرات کشید عقب و خیلی ساده داد به من، مرسی واقعا ممنونم ازت. و حالا هم که دادی ما اینو میزنیم و تولیدات بروکراسیمون کلا به چخ عثمان میره، اما با بروکراسیمون رو خیلی سریع جبران کنیم. کجا وضعیت بدتر از همه جاست؟ کرمان، کرمان یه دونه بزن، سمنان هم یه دونه بزن، اصلا آقا دارندگی و برازندگی ما استفاده میکنیم تا جایی که میشه، تا گلو ازش استفاده میکنیم، نه بد نیست. مثلا میبینی یه سری چیزای جدیدی مثل این، مثل این اضافه شده برای درآمدزایی. عرضم به حضورتون که ما اینجا ابزار کم داریم، آیا وارداتی موجود هست؟ روسیه دوست عزیزم، روسیه ابزار ما رو تامین کن. کاغذ کسی ما میده؟ نه دیگه نمیده. بروکراسی هم خیلی داریم صرف میکنیم بابت این تولیدات و اینجور داستانه ای که داریم، یکم اذیتمون میکنه. ولی خب الان که ما هراتو گرفتیم، ببینید تو این جورنال ما میگه آقا میتونیم کلیم بندازیم رو خراسان بزرگ. خراسان بزرگ میشه کجا؟ بزنم میتونم از اینجا نشون بدم حداقل کجاها میشه یا نشون نمیده. ببین اینجاها که عمر دارید میبینید میشه خراسان بزرگ و ما میتونیم همه اینا رو ریترن استیت کنیم، همشو، خیلی ساده. حالا نمیدونم که الان بزنم. ببین انگلیس خوشش نمیاد از این قضیه، میبینی این پایین نوشته که آقا گور ارتش تو بهتر کار میکنه، مورالشون هم کمتر میریزه، اما در واقع اون
مشهوریتی که داریم، اون فیمسی که داریم، یا همون در واقع تنش ایجاد می کردیم منفی می شد، اون دیرتر میاد پایین. برای همین فعلا چون ما ریترن استیت داریم، فعلا هم سراغ این موضوع من نمیرم به خاطر اینکه برم بد میشه دیگه. اینجا عثمانی شل نکردی، نکردی، نمی کنی، دوست نداری اصلا، چیکارت کنم؟ شما عثمانی ای عثمانی اسکل، اینجا داره بهتر میشه، اینجا رو کم کم عثمانی داره ازش میکشه عقب. این عالیه، این اتفاق خیلی خیلی خوبیه. قوانینم که فعلا ما نداریم، فقط من دنبال اینم که چجوری بتونم اینا رو ضعیفتر کنم، ببینم وضعیت شما چجوری. اول ما یه بررسی بکنیم، همه اما ناراحتن، یکم بر روشن فکرامون رو خوشحالتر بکنیم. تو رو بخوام ضعیفتر بکنم باید خیلی کار رو باید بکنم. خوشحال ترت کنم، بافت بر من چیه؟ نفوذ بیشتر؟ خوشحالیت بر اساس قدرت نیست آخه. 60% برده ها، اوی اوک، 60% برده ها میخوام بشن رادیکال. بذار بشن چیکارش کن دیگه، رادیکالیه که به وجود میاد به صورت رایگان، ما هم دیگه حلش میکنیم دیگه. خب ببین، از اونجایی که سرعت پایینه، من اینو بیارم بالا پولمون منفی میخوره. فکر میکنم به اندازه کافی ما جمع کردیم پول که الان بخوام منفی خوردنش رو بپذیرم. که الان بخوام منفی خوردنش رو بپذیرم. آه راستی، من میخواستم یه نیروی دریایی درست کنم واسه گرفتن این بحرین عزیز دلم. پس من یک عدد درست میکنم اینجا. به فرماندهیه قطعا که از زمین دارا نیست، قطعا نیست، اصلا شک نکن. یه دونم برای ما تو فارس شما زحمت بکش و بساز، ممنونم ازت. یه دونه بساز، بذار من سریع هم بسازم اینو. بیا بالا فعلا، کاغذ حالا عجله ایمو نداریم براش، اینو بساز من حمله کنم هرچه سریعتر، هرچه سریعتر بهره اینو بگیرم. بهره این که الان با کسی دیگه نیستش دیگه، کسی هم که حال نمیکنی خدا بخواد، حالا ما نمیدونیم، ولی فعلا ما اینو میندازیم این پایین که بتونیم بریم بهره اینو بگیریم و تقدیم کنیم با عشق به این دوستمون، رو از اینجا بکشیمش بیرون. ایول، خود روسیه هم داره رابطه‌اش با هم خوب میکنه. مرسی از روسیه عزیز، مرسی از روسیه عزیز دلم، مرسی واقعا، ممنونم ازت. خب بذار ببینم، اینجا شما 55 شدی، خیلی داری قدرتمند میشی. حالا میکشمت پایین، میکشمت پایین، رشدشو میکشونیم پایین. چه جوری؟ با گرفتن شهر، با گرفتن شهرهای مختلف رو میکشونیم پایین. اینجا آها، الان دیگه عثمانی هم دیگه داداش پشتت نیست، الان دیگه عثمانی و هیچ جایی تو این دنیا دیگه هوای تو رو نداره. فقط ما وضعیت بروکراسیمون افتضاحه که باید هرچه سریعتر اونم جبران کنیم، هرچه سریعتر. رو تو چی؟ تو هم دیگه عثمانی پشتت نیست، ولی یه خطری که داره اینه که منفی 20 هم حتی امکان داره که عثمانی بخواد درگیر بشه. پس ما همچنان صبر میکنیم، صبر میکنیم و صبر میکنیم و صبر میکنیم، عجله ای نداریم، هیچ گونه عجله ای نخواهیم کرد. میذارم یه مقدار رابطهشون بدتر بشه که هیچ جوره کمک این نیاد. اون ارتشو ساختی برا من، الان من نیرو دریایی هم هست دارم. آقا داریم، آقا ما یه دونه داریم، همینو میخواییم. اینجا من میخوام حمله کنم به بحرین و بگم آقا من هرچی داری نداری ازت میخوام، تو میخوای بیای کمکش با چوست نیرو عمانم که هیچ، ولش کن. بعد حمله میکنیم، حمله میکنیم بحرین رو بگیریم. فعلا من نیرو 19 تا نیرو هم فهم میکنم برات بس باشه، خیلی عددی نیست بخوام نگرانت باشم واقعا. کسی هست پشتت بگیره؟ اصلا فهمیدن ماییم همه ریدن. یکی بود منفی یک بود فکر میکنم، نه اینا همه رفتنی هن، موندگار نیستن داداش، باید شل کنی فرار کنی. آره داداش، اینجا جای تو نیست، جای من هست. خب
ما اینجا ارتش دیگه همینه، مشکل کم بود داریم دیگه، ما ربطی نداره. یکی دیگه هم حالا بعدم میسازم، فعلا اگه میتونی یه وارد ریزی بکن خیلی منفی میده، ولی خب یه وارد ریزی بزن. خب یه زحمتی بکش شما، ارتش من کو، این 19 تایی عزیز شما موبیلایز شو، پاشو برو اینجا، پاشو برو، پاشو برو، حرکت حرکت کن، اونجا رو باید بگیری برادر. بودو ببینم، هیچ کی هم توش نیست، خیلی ساده میتونی بگیری و تماشا بره. کلا دشمن ترسید از اینکه با ما روبرو بشه. خب بابت تجارتایی که داریم انجام میدیم یه مقدار داریم اذیت میشیم، ولی مشکلی نیست، مشکل نداریم. تا وقتی هم که مشکل نداشته باشیم اوکیه. آقا ما اینو گرفتیم، ما اینو گرفتیم، فقط هرچی زودتر میشه من این تحویل بدیم و بریم. من تو رو میتونم به ریاست جمهوری تحویل، پارلمانیش اگه بتونم بکنم هرچه سریعتر خیلی خوشحال میشم، فقط یه مقدار باید هی من این زمیندارا رو خوشحال و خوشحالتر کنم، بعد بهشون فشار بیارم، خوشحالیشون رو ببرم بالا. یعنی در واقع خب اتحادیه کارگران میخوام به ضد روسا بپیوندن، میتونم هم باشون رابطه‌مو بهتر کنم، ولی نذارم بپیوند، بپیوند آقا، بپیوند به درک، اصلا برام مهم نیست رابطم. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. درسته دوتا من رابطم با زمیندارا کم میشه، ولی 15% هم قدرتشون کمتر میشه. پس من موافقم، پس من موافقم. اینجا رو گرفتی، اینجا دیگه تمومه دیگه، ها تمومه، تمومه. بده من برم، بده من برم، بده من برم. مرسی، متشکر، خدا نگهدار شما باشد. خب آقا اینجا الان برای ما دیگه درست است، شما بیا، من میخوام باهات صحبت کنم. ببین تو به من اینجا رو بده، خب من به تو اسم چی؟ آه اینو میدم، قبل میپسندی؟ مدیونم هم میشی؟ میشه، خیلی مهم نی برام، ولی آها من مدیونش میشم، نه 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 مدیونش نمیخوام بشم. بده جا به جا کن، تاق میزنیم. متشکرم آقا، به همین سادگی ما پایین رو برگردوندیم، یه تیکه کوچیکی از هرمز برگشت، بقیه هرمز همچنان مونده که ما پس بگیریم. دشمن نامرد ما هرمز رو گرفته، بلم نمیکنه. خب بیا ببینم، شما عثمانی کلن اصلا رفتی با عمان داری اشغال، بالاخره تو با این مصر درگیر میشی آقا، اون موقعی که درگیر شدی نیای چیز کنی، التماسم کنی آ. من بخشنده نیستم آ. خب فعلا که با هرات نمیتونم بجنگم، با تو وضعیتم چجوریه؟ حیف، حیف که عثمانی فعلا زورش به میرسه، وگرنه از روی همه اینا رد میشدم. رد شدنمون هم کاری نداره بابا، سعی راحت رد میشه. خب 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 فعلا کاری به کارش نداریم، این تیکر هم برگردونیم، اینم گرفتیم. تو به کسی تو جنگ نیستی؟ چرا اینقدر با اما خوبی؟ آها خب با عمان دارید ور میرید با هم دیگه، برای همین انقدر باش خوبی. این خوب بودن تو داره منو اذیت میکنه عثمانی، 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 عثمانی. یه دقیقه ببینم چی داریم با هم دیگه. پیمون دفاعی، پیمونه، پیمان دفاعی هم که نمیتونیم فرام هم داشته باشیم، بذار راحت باشه به حال خودش زندگیشو بکنه. وضعیت بوروکراسیمون فعلا اولین چیزیه که ما باید مثبتش کنیم. برای چی؟ برای درآمد خودم، چون اصلا وضعیت مالی توی این بازی خوب نیست، هیچ وقت توی DLCش، هیچ وقت اصلا ابدا. وضعیت چوب میخوایم، کاغذ میخوایم، فعلا داریم وارد میکنیم، چاره ای هم نیست. وارداتمون چیش اضافیه؟ ضرره ولی خب نیازه. اینو کنسل کن آقا، نمیخواد، خیلی داشتی بهم ضربه میزدی، من واقعا حاضر نیستم به خاطر تو. آقا گرونی که گرونی، بی برو خونتون بابا، کلا یه ذره هزینه کردی حالا داری واسه ما شاخ میشی؟ نکن، نکن این کارا رو، داره پدر کمرم شکست زیر بارت. خب
عرضم به حضور شما که ما میتونیم یه مقدار از نامونو بهتر کنیم، اینم که چیز خاصی نیست. حالا میتونم یکی دیگه هم بسازم ضرب مالی تو فقط، ولی خب این کشتی رو ما میخواییم دیگه، کارش نمیشه. یه دونه تو فارس بساز بازدار ما، یه دونه دیگه تو فارس برای خودمون از اینا میسازیم. اصلا اصلا عجله نمی کنیم، هر گونه عجله ما رو به چه خواهد داد. عثمانی هم کنم بگیرم، نمیدونم واقعا حمله کنم بگیرم یا نه. خیلی بده که این این در اومد از زیر دستت، این از زیر دستش در اومد. خب ببین من اگه اینو بخوام بندازم الان اینجا جالب میشه، اینو بندازم اینجا جالب میشه الان. فقط این که ممکنه یکم انگلیس با هم حال نکنه سر این کار قشنگی که من کردم، یکم انگلیس ممکنه اذیت بشه، ولی حالا ما با هم دوستیم. باشه، رابطه‌مون خوب بود، باید انگولک بازی کردم دیگه، بیا با هم خوب بمونیم. تجارت فعلا با تو نداریم. اوه کجا به من چی نمیده؟ یه جای انگلیس، انگلیس دیگه به من دم و دستگاه نمیده دیگه، تجارتشو قطع کرد توی این زمینه ها. و فعلا ما سلاح هم کم داریم، سلاحو چه غلطی بکنم، سلاحو خودم بسازم مثل کشتی. تولیدات سلاح چی میخواد؟ آهنو باش، یک عدد در تهران برای ما بزن، یه دونه فکر میکنم کافی باشه. رابطهشون رو دارن با ما خوب میکنن. انگلیس فعلا اینجا درگیر شد. من الان اگه بخوام بیام بالا سر تو وضعیت همچنان همونه. عثمانی یهو باید بکشه پایین، منم یهو بکشم تو اینا. اینجا چطور ریترن استیت تو؟ این فقط این داره اذیت میکنه. انگلیس هم حتی دیگه دخالت نمیکنه اینجا، ولی اون عدد داره اذیت میکنه. آن تیمونو بیشتر کنیم؟ نه، روشن فکر رو یکم باشون رابطمونو بهتر میکنیم. بعد عرضم به حضور شما که اینجا چی کم میکنید؟ آتوریتی کمتر میکنید. استان زندگی متاسفم براتون، ولی باید سختتر زندگی کنید از امروز به بعد، و زندگی سخت است. برو بریم، برو بریم، بذار ببینم اینجا تو یکم آره داریم یه پایین دوباره، خیلی شاخ شده بود این چند روز، حال نکردم باهات. ریترن استیت ما رو اگر شما بذار عثمانی پدر سگ، سگ تو پدرت، مصر نمیخوای بیفتی به جونش من اینجا رو رنده کنم؟ به خدا میخورمش اینجا رو. چرا؟ به خاطر اینکه نه روسیه نه هیچکی نمیخواد سمت اینو وایسه، هیچ کس. اینجا کابل میخواد بیاد فقط جلو این وایسه، الان جلو ما وایسه. کابل هم خودش مصیبت هست واسه خودش، نه واسه ما. وضعیتمون اوکیه. من شماها رو یه دونه آپ میدم، بله به مشکل میخوریم. بعد از این آپی که دادم شما یه زحمتی بکش وارداتو برای ما انجام بده، ممنونت میشم. آهن مشکلش حل نشد؟ نه خیلی، بیشتر از این حرفا ما نیاز به آهن هم داریم. حتی اونی که من زدم آهن نبود، ولی خوب آهن که نمیتونم وارد کنم. حل آهن رو باید تولید کنیم، آهن رو باید تولید کرد، آهن رو باید تولید کرد. کجا میشه تولید کرد؟ ببین ما هر جوری هم بخوایم نگاه کنیم تو مازندران و تهران بهترین حالت تولیداتشه که من یکی دو تا تو هر کدوم میزنم آهن فعلا تولید بشه. و از این ور پورت هم ما نیاز داریم، پورت پورت کو پورت پورت در فارس بذار، کلا همه رو بکن تو فارس، همه رو بکن تو فارس. آهن مشکل هست، ابزار هست، انگلیس درگیر هست، با سیخ درگیر هست. کجای سیخو میخوای بگیری؟ جنگتون سر کجاشه؟ البته نه سیخ هم نیست، پنجابو میخوای با کشمیر. کجا میشه پنجابو کشمیر؟ این بالا رو یعنی نمیگیری دیگه، بگی دیگه نوش جونه چیکارت کنی. عثمانی الان شل کردی، من راضیم، من راضیم. و
حمله میکنم. این دوتا با هم دیگه رو هم سرجم چند تایید؟ 10 تایید. عثمانی 39. جایی نیستش که بخواد سمتشو بگیره جز عثمانی که فعلا اونم نمیتونه. من اگه بخوام بازم جایی هست که بخوام ریترنش کنم؟ نه فعلا. یک لحظه من اگه بخوام اینجا بندازم، در حد یه ملو بندازم و الان نمیتونم. نه الان فایده نداره، الان فایده نداره. خیلی باش باش آقا، هر چی شما میگی باش. من همین یه تیکرم بگیرم راضیم. ریترن استیت های خودمون رو فعلا برگردونیم. من همچنانم هم پابرجا صرفم. آها باری کلا، خوشم اومد، خوشم اومد. بچه یه بیزینسی هستی. من اگه این دوتا رو بندازم، به نظرتون اینو بندازیم ببینیم. عثمانی نزدیکتر شد به اینکه رد بده. فعلا همین مکرون رو به من برگردون. من با کلات فعلا کاری ندارم، میتونی زندگی تو بکنی. همین مکرون هم به من بدی. عثمانی خواهتت کلا تموم شد، یه خارج شد که کلا تموم شد. این 19 تا از پس اینا برمیان. داداشم برو به جنگ، نیازی به یک ایل نشه. جنگ تموم شد، مکرون هم به ما نداد که صفت. اسکول مریضی؟ خب مگه فعلا از اینجا برد تو ببینیم کجا میخوایم حمله کنیم. این هم که گرفتیم. عمانو شعله میکنی؟ حالا مگه عثمانی شعله میکنه سر این؟ بالاخره که درگیر میشی، بالاخره که کابل میخواد بیاد سمت عثمانی فلان بیسا. سر این یتیکه چی؟ سر این یتیکه کی میخواد بهش بر بخوره؟ عثمانی میخواد بر بخوره؟ یتیکه آخه کممه، کممه. فعلا میتونیم اینو بگیریم کامل. کابل هم بیاد سمتشو بگیره. هیچکی نمیاد، فقط عثمانی خطریه. یکم دیگه بذار رابطم با عثمانی بهتر کنم، یه مقدار دیگه بذار بهتر شه. عجله ای نداریم فعلا. خب از زمینایی که ما اضافه شده شما داری برمیای، شما که اصلا جزی از ما شدی بودی، هیچ نیازی نیست بروکراسی خرج کنم. خدای شکرت سیخ داره رابطش با هم خوب میکنه. سیخ تو خیلی خوبی. اینجا داری میسازی آهنا رو، سریعتر بساز اینا رو، کلا بساز این چیزایی که نیاز داریم و سریع بساز. من به فشارم نمیارم، وضعیت مالیمون بدیش نیست، پول ذخیره داریم، ولی اصلا گولشو نخورید چون به چخ میره کاملا همش. اصلا وضعیت ما قرار نیست اینجوری بمونه و لذت بخش باشه. آهم فعلا باید بسازیم، کار خاصی نمیتونیم بکنیم. روشنمون هم خدایی شالو بد نبوده. اینجا رو یه فیلم اینجا رو گرفتیم، اینجا هم یه تریدی زدیم گرفتیم از انگلیس، چون این انگلیسه. یه عمان چوسکی اینجا مونده. طورم من حتی ببین کابل 0 عمان. کابل کشید ازت عقب، ولی اون عمان بود. هنوز با هم دیگه رفیقی؟ خیلی هم رفیقی. عثمانی شونده. چقدر دیگه من با تو تموم میشه داستانم؟ 15 ماه دیگه ما باید صبر کنیم تا بتونیم هراتو کامل بگیریم. باش باش، مشکلی نداره، دشواری نداریم با هم دیگه. اینو من میتونم برم بریزم بالا سرشا دیگه، هم چیزم که نیستی. عثمانی درگیر شد، بیام سراغ اینا. ارتش من بعد از گرفتن این شهرها یه بزرگتر نشدی؟ یه دونه کلن رو شفته. بریم برای این ریسکشو بکنم، عثمانی رو به جون خودم بندازم. من آدم ریسک پذیری هم. عثمانی جون جدت، عثمانی ببخشید، عثمانی غلط کردم. چیزی هم نداری آخه ازت بگیرم کلا. اوه اوه، منفی 15. خواهش میکنم ازت تا آخرش همینجوری منفی بمون. باشه، من ارتش نمیکشم فعلا که بخواد به تریپ قبات بر بخوره.
جان، به 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 آقا، ترید ما با دوست و همسایه‌ام و روسیه آغاز می شود. عثمانی کشید عقب؟ نه، روسیه کشید عقب از اینجا. عثمانی برو دیگه. رفت. خب عثمانی هم رفت، کس دیگه ای نمیاد پشتشو بگیره. چند تا لشکر داری؟ 5 دونه لشکر داری. این 19 تای ما رو بفرست بره اینجا رو بگیره. بسیار زیبا، بسیار زیبا. برو داداش، برو لذت ببر از زندگی تو، خاندان تو، همه چی. اصلا حال کن با دار و نداره تو در زندگی. من الان با روسیه که داداشیم کامل، انقدر داداشیم که میتونم اصلا باش بیام یه سری رد و بدل های نظامی بکنیم. تأثیراتی که داره، کیل ریت ما رو میبره بالا، حمله ما رو میبره بالا 10%، تکنولوژی جنگی ما سریعتر میره جلوتر. خیلی خوبه، خیلی خوبه. امیدوارم بپذیری. میپذیره آیا؟ اکسپت کرد روسیه. روسیه اکسپت کرد زیر تصویر من. خدای شکرت، ممنونم ازت، متشکرم بابت اینکه این همه پشت ما بودی، هوای ما رو داشتی در تک تک لحظات و شرایطی که داشتیم. ممنون. چقدر آره. خب تکنولوژیمون هم داره میرسه به تش. ببین اینو که وا کردی، شما ارتش خودش میره جلو. ارتش من فعلا کاریش ندارم. کلونی هم وا شده بچه، ولی کلونی نمیزنم. چرا نمیزنم؟ به خاطر اینکه هزینه داره. میتونم اینو ببرم که نه، مکانیک تول خیلی خوبه برای چیز، برای مزرعه و اینجور چیزامون، واقعا چیز به درد بخوریه. مکانیک تول رو بخوام برسم این بعد باز شه، بعد بریم سراغ این دیگه. درسته؟ بله. برو بریم مکانیک تول. اینجا هم داره وضعیت میره جلو که من راضیم. سال 42 ایم. عثمانی اگر میکشید بیرون من اینو بگیرم خوشحال میشدم، ولی نمیکشه بیرون. بالاخره جنگ تو شروع میشه. حالا ما وای میستیم تا اون موقع. من وای میستم تا اون لحظه که بالاخره جنگ تو شروع میشه. من میام مثل خرس میافتم رود. عمان. عثمانی نه، عمان. عثمانی در هر شرایطی منو میخوره. خب اینم بده ما، خدا نگهدار شما باشد. این هم اضافه شد. فقط این 13 تا میخواد. خدا رو شکر که ما امتیاز کافی داشتیم. خدا شکر شد. هیچ گونه قانونی هم نتونستم، ولی اینا تضعیف تر شدن. همینش برای من کافیه. اینا یک مقداری بدون این رو میدوش داستان و فلان. کاری میتونم بکنم آیا؟ آخه ناراضی میشه من اینو بذارم بیشتر چیز اسمش چیه؟ روشن فکر رو ناراحت میشن بیشتر تا خوشحال بشن. اینو فعلا بهش دست نمیزنم. اینو ریاست جمهوری رو خیلی دوست دارم بذارم، ولی علماء شیعه و زمیندارها به شدت ناراحت میشن. قانون کلونی رو میتونیم بزنیم. قانون کلونی شما چجورید؟ منفی 6-7%. قانون کلونی رو من اگه راه بندازم خیلی خوب میشه، ولی تو این قسمت راه نمیندازم. میفته قسمت بعدی. بله میفته قسمت بعدی، ولی قانون کلونی رو میزنیم. فقط یکم مردممون ناراحتن. پس یه مقدار دیگه هم بره جلو. آهن همچنان کمه. بذارید من میتونم از تو بیلدینگامون پرستیج 5% یا تولیدات شرابمون رو بیشتر کنیم. 5% پرستیج برای 5 سال، تولیدات شرابمون برای 5 سال بره بالا. تولیداتش رو بیشتر کن. خب بعد وای سیده، میخواستم چی رو چک کنم اینجا؟ میخواستم آهن رو چک کنم. شما اره رو بذار، شما اره رو بکن درونت. بعد آهن رو، بله
ما اگر زغال سنگ وارد کنیم و ابزار صرف کنیم آهن رو رفع میکنیم. ولی الان قطعا مشکل زغال سنگ باید بخوریم. خب من میخواستم ادامه برم تو مارکت ببینم ما چی داریم حالا بفرستیم بره. ما فقط داریم میفرستیم بیاد. یه آل داشتیم ما اینجا، اینا کنسل کن مرسی. ارزونامون الان مشروب ارزونه آقا، مشروب الان ارزونه برادر من. ما میفرستیم روس، روسا میزنن، چین داداش هم مشروب خوره، میفرستیم. حالا فعلا بس دیگه نداریم بفرستیم، حتی بازم میتونم بفرستم ما. ولی چین و دریایی فرستادی، خب چین رو بهش نده مشروب. البته بذار بازم چیز کنم، چوب نه، رنگ نه، چای نه، مشروب شراب ما کو. شراب خور داری، چای میتونم بفرستم، چایی میتونم بفرستم به روسیه، بچه چای بزنن نوشی جونتون بخور بخور. بعد ارزم به حضور رنگی، رنگ میتونم بفرستم باز به کجا؟ به روسیه. میدم بر رنگ. بعد ارزم به حضورتون که رنگو که داشت شکر میونه کلامت هم میتونم بفرستم. تنباکو نه، شکر رو هستم، شکر بودی دیار شکره. اینم بفرستیم به روسیه باز بره اش کنه روسیه. داشتم این بیا بزن اش کن بابا، بخور بخور هست، بخور هست. شورش شما رو نیستم. چرا شورش شما رو نیستم؟ به خاطر اینکه میخوای بردهداری رو چی کاری کن؟ من که ببین من به من ربطی نداره این شورش که میخوای انجام بدی، واقعا من دخالتی توش نمیکنم. پیمان دفاعی با روسیه بنازم، به 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 به، به این همه قدرت، به این همه شهرت، به این همه هیبت، به این همه فلان. یه دقیقه وایس ببینم من با کجا میتونم دیگه رابطم رو خوب کنم، با هر جا میتونم رابطم رو خوب کنم. ریلیشنمون رو با عثمانی که گفتیم خوب کنه، با چین خوب میکنیم، با چین بدیش نیست، با شماها فعلا نمیتونم، فعلا نمیشه. بعدم نمیاد با بریتیش هم خوب، با هند انگلیس هم، انگلیس هند، هند انگلیس هم بعدم نمیاد رابطم خوب شه فعلا. آره بذار رابطم فعلا با این دو تام خوب شه. تو میخوای شورش کنی بکن، اصلا برای من ارزش مهم نداره، واقعا مهم نیستی. یه آها ببین الان ما میریم تو بیلدینگامون و یک مقدار تغییرات جالب اینجا میدیم. از رنگ استفاده کن، با چرم اینجا رو پرورش بده، از چرم فلان ابزار رو من دوکش میکنم، از لید ندارم، وارد میکنم. لید داشتیم؟ فکر نمیکنم داشته باشیم. خب میتونم از ابزارات استفاده کنم، کارگرای اینجا رو کم کنم که بپردازم به چیزهای دیگه، ولی فعلا نه، فعلا نه، مشکل لیدم نداریم. یه مقدار مشکل مشکل لیدمون ایجاد شد. وارد میکنیم از کجا؟ از روسیه. مشکل لیدمون حل شد. زغال سنگ وارد میکنیم از کجا؟ از عثمانی، باز بهتر شد. ابزار جایی هست وارد کنیم؟ فرانسه ندارم. کشتی کافی نداریم. پورت میخواهیم، پورتمون زده بشه اونم وارد میکنیم. حتی ببین الان اینا ساخته بشه، پورتم ساخته بشه، یه حالی میدم بهتون. جان 10% بیارمش پایین، 10% بیارش پایین. میخواد یه شری بکنه دیگه، چیکارش کنیم؟ کارش نمیشه که. تو هم مشکلت حل میشه، خیلی قدرت خاصی نداری، نم نم هم از بین میری همینجوری بخوای تو شورش بمونی. حالا یه رای هست در جا من اینا رو بیارم رو کار و ریاست جمهوری هم بشه، ولی نمیکنم، چون کشور یه زمین خیلی بد میخوره، یه زمین خیلی بد، و این زمین خیلی بدی که میخوره کمر ما رو میشکونه. خب میتونیم روی ترکمن یه سری حرکت ها انجام بده. 9000 تا درآمد میخواد به ما منفی بده، ولی کلونیمون خیلی سری میاد بالا. الان نه، الان وقتش نیست، منو نمیخوام کلونیش کنم، وقتی خواستم کلونیش کنم به روی چش. الان شرمندایم، میخوای شورش کنی دیگه مجبورم جلوت وایسم. حالا
من میخواستم با تو ردیف باشم. آخه خیلی تو مخی که میخوای بردهداری رو بدترش کنی. یعنی تو میخوای زمیندارا رو قوی ترشون کنی. اسکل خر، عجیب نیست واقعا این حرکتش. حرکتش خیلی حرکت عجیب و غریبیه، جدی میگم، یعنی یه چیز واقعا عجیبیه که میخواد برعکس چیزی که همیشه بوده عمل کنه. اینش برای من عجیبه، اینش برای من عجیبه که ببین من یه هم ببین چی تو فعلا کاری به کارت ندارم، میذارم زندگی تو بکنی، راحت باشی، قانونم فعلا نمیذارم. یه وچه در اومدی کشید بالا. فرانسه هم تیم خودش رو تشکیل داد، تیم ملی فرانسه راهی بازار شد. ابزار تولید میکنیم، دانشگاه هم باید تولید بکنم. 2500 تا هزینه باید بدم، 5% میره بالا. 2500 تا برای یه سال، 2500 تا برای دو سال، 2500 تا برای دو سال میدم. باش فقط درصد اونو بالا نبر فعلا تو ببینیم چی کارش میکنیم. بعد عرضم به حضور شما که چی میخواستم بزنم؟ ابزار میخواستم بزنم. شورش میشه، کارش هم نمیتونم بکنم، مشکل خودشم هست. من نمیخواستم واقعا اذیتش کنم، ولی دیگه گاوه، دیگه گاو وقتی گاوه است گاوه است، نکتهش تو اینجاست. گاوی که گاو باشد گاو است. برو بریم، برو بریم. من 2000 تا فقط 2500 تا من اینجا دارم میدم بابت این کسافت. تا دو سال، تا دو سال خیلیه ها، اصلا عدد کمی نیست، ولی خب ما میدیم. این که درآمدمون هنوز ورشکست نشدیم، باز من خوشحالم واقعیت. قدرت مردم رو یکم بیشتر کنم، حالا یکم از اون حالت دپرسیشون در بیان. منفی خیلی زیادی با ما داشتن، خیلی زیاد. میزنم پرپرت میکنم ها. زمیندار، زمیندار، زمیندار. خیلی برام جالبه. قدرت تو رو هم بیشتر میکنم. خیلی برام جالبه. چیش جالبه؟ برای این جالبه که اینا دارن زمیندارها رو حمایت میکنن. یعنی میگن بردهداری رو چیز کن، زنجیره‌ای کن، یعنی خاندان نسلن در نسل باید بردهدار باشن. و اینش برام جالبه. دقیقا موضوع جالبه قضیه همینجاست. عثمانی تو این ممکنه شرکت کنه، چه صافت. تو این نه شرکت نمی کنه. توی اینجا چی بذارینم؟ من مگه ران انداختم اونو؟ چرا ران انداختم اونو؟ فقط باید اینجا این بالا هم ما یه دونه از این نمکی ها بندازیم که کاراشو بتونیم بکنیم. من اگه بخوام حمله کنم به بخارا، ریترن استیتش هم بکنم، کسی هم دخالت نمی کنه. اوکی آقا، ما این قسمت رو همینجا به پایان می رسونیم. کشور رو تا تقریبا یه جای بزرگ کرد، خاص شو بابا کجا داریم، کشور رو تا یه جای تو موفق شدیم رشد بدیم. این شورش میتونم بذارم اتفاق بیفته، ولی اتفاق افتادنش این نظر شما رو میخوام. اگه بذارم اتفاق بیفته بعدش سرکوبش میکنم، و وقتی سرکوبش بکنم چیزی که باهاش اتفاق میفته اینه که کارخونه دارا، روشن فکرا و همه اینا قدرتاشون کلا از بین میره، یعنی هیچ قدرتی دیگه ندارن و زمیندارا قوی میشن. اگرم بذارم قانون رو بذارن، باز هم اینا قدرتشون از بین نمیره، ولی زمیندارها خیلی قوی تر میشن. یه جورایی فکر میکنم اگه قانون رو بذارم بهتر باشه. حالا باز تصمیمش با شماست و هرچی که شما بگید من
با این بلا رو با اینا میارم، چون شورش اینا شورش بزرگی واقعا نیست و اذیت کننده هم نیست. قسمت بعدی میریم سراغ گرفتن بقیه شهرهایی که اینجا هستن. البته ما یه حمله ریزی هم باید داشته باشیم به سمت آفریقا که به زودی همه اینا رو هم انجام میدیم. تو احتمالا تو همون قسمت بعدی من حمله کنم به اینجا. بذار ببینم من اگه اینجا بندازم اینو دوتا میتونستم داشته باشم، چه خوب. من بخوام حمله کنم به اینجا که نمیذاره فعلا حمله کنم به اینجا، فکر کنم بعد پاز در بیاریم بعد بذاره حمله کنم، که بازم نمیذاری حمله کنم. چرا نمیذاری حمله کنم؟ به خاطر شورش نمیذاری حمله کنم. اینو من یه چکی بزنم. آقا من میخوام به اینجا حمله کنم. اینترست ندارم. خب الان انداختم، خب هنوز حساب نکرده، هر وقت بیفته میذاره حمله کنیم. آره یه حمله ریزی بکنم به اینجا برای اینکه بعد قوانین رو بندازیم که اینجا هم بتونیم با کلونی بگیریم. آره بگیریم و از اینجور داستان ها. ولی بگید من آقا با این دوستان چیکار کنم؟ قانون رو بذارم یا شورششون رو سرکوب کنم؟ انتخابش دیگه با شماست. شورش سرکوب کردن مساویه با نابودی روشنفکرها و تو اوج موندن زمیندارها، قانون گذاشتن مساویه با قوی شدن زمیندارها و ثابت موندن روشنفکرها. این دیگه تصمیمش با شماست. امیدوارم که لذت برده باشید، اشکر باشید، سرگرم شده باشید. این سری کاملا متفاوت با سری قبلی به خاطر تغییرات بزرگی که تو این DLC و آپدیت داده شده و کاملا قراره لذت ببریم و عشق کنیم دوباره هم دیگه. بوس به کله تک تکتون. دیسکورد یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا قسمت بعدی و ویدیو بعدی، بای بای.